در سکایپ با آقای دکتر علی آتشرو پروفسور دانشگاه شریف صحبت خواهم کرد یکی از استادای خودم وقتی در دانشگاه شریف بودم و دانشجو بودم ایشون اونجا استاد من بودم و امروز باهاشون صحبت میکنیم که چیکار میکنند چه پیغامی دارند و امروز برای خداوند دارن چیکار میکنن چون بعدها ما با هم آشنا شدیم در چند سال بعد و توی یه کنفرانسی و متوجه شدیم هر دو ما زندگی رو خدای یکتا عوض کرده و امروز با ایشون مصاحبه خواهم داشت علی جان هستید با هم صحبت کنیم وستیم به به خوبی؟ بله سلام علیکم برای شما عزیزم و دوستان بیننده خوشحالم که امروز با هم هستیم آقای پروفسور آقای دکتر من واقعا به شما افتخار می چون هم در ایران موفق بودی بعد اومدی آمریکا هم موفق شدی یه مقدار راجع به خودت بگو که دیگران بشناسنتون و بعد چند تا سوال از شما دارم بفرمایید چشم من در سال 1979 میلادی در آه ایران بودم و 77 اونجا رفتم سال 78 اونجا بودم و 79 از ایران در جولایش اومدم بیرون این سعادت رو داشتم که با جوانان ایرانی در مدرسه دانشگاه شریف در زمینه مهارت خودم تدریس بکنم و خوشبختانه کشیش هرمز اونجا بودن و اون موقع کشیش نبودن دانشجو بودن ولی دانشجوی بسیار باهوشی بودن و مستعد و در اون زمینه ما با هم به عنوان دانشجو و استاد کار کردیم و خب علاقه ای که نشون دادن به این برنامه تخصص منتهی به این شد که ایشون هم تشریف بیارن آمریکا برن همون دوره تخصصی رو دنبال بکنن و در همون کمپانی که من بعد از برگشتن به آمریکا در سال 1979 پیوستم ایشون هم ولی خداوند برنامه دیگه ای برای ایشون داشت و منم از این با نبودم تا اینکه در حدود فکر میکنم دو هزار بود ما در یک کنفرانس همدیگر رو مجددا دیدیم بعد از شش هفت سال و روی سینه من نوشته بود علی آتش و ایشون هم قطعا یه میزی داشتن و داشتن تبلیغات مسیحی در اونجا میکردن بعد هرمزجان اومدن جلو به من گفتن که من یه استادی داشتم تو ایران اسمش علی آتش رو بود ایشون این حرف رو که زدن دهن من باز موند و واقعا چقدر خدا رو شکر میکنم که این مجدداً ما همدیگر رو پیدا کردیم و هر دو هم وقتی پیدا کردیم همینطور که هرموز جان گفتن موقعی بود که ما هر دو زندگیمون رو به خدا داده بودیم و این باعث شد که ما بلافاصله به هم نزدیک بشیم از نظر روحانی و من همکاریم رو با کلیسایی که ایشان در کالیفرنیا تأسیس کرده بودن کلیسای ایرانیان همکاریمون رو با ایشون شروع کردیم و یک کلیسای خانگی در کنزاس در اون زمان من زندگی میکردم تشکیل دادیم و خوشبختانه فعالیت های کاریمون به اونجا کشید که ما میخواستیم خودشناسی بکنیم و کادر کلیسا رو تقویت کنیم در اینکه ما کی هستیم خدا کی هست و استعدادهای خدادادی که به ما داده شده هر کدوم ما و به منظوری مشخصی داده شده این ها کدوم هست کشف کنیم بله <تص> بذار من اینجا یه مورد رو بگم چون میخوام وارد این موضوع بشم این موضوع خیلی مهمیه که حتما میخوام بازش کنیم چون میدونم بیننده های ما ازش استفاده خواهند کرد آنچه که برای بیننده هامون داریم این قسمتیه که دارید باز میکنید و میدونم خداوند رو دوست دارید، خدمت کردید در افغانستان خدمت کردید، در قسمت های پزشکی، درسی، مالی و الان هم... دلتون برای ایران ایرانی همیشه بوده هست و خوشحالم با هم همکاری رو شروع کردیم و یکی از همکاریایی که امیدوارم و ایمان دارم با هم خواهیم کرد و شروع کردیم و برکتش به جوانای ایرانی میرسه همینه که شما دارید میگید و اون اینه که و از این دل میاد که هر انسان برای خدا با ارزش هر انسان برای خدا مهمه خدا به هر انسان عطایایی داده و شما یک وبسایتی رو دارید و یه پرسشنامه ای که افراد میتونن پر کنن و بفهمن تو خودشون خدا بهشون چه چی چیزهای عالی داده ما همش دنبال ضعفای مردم هستیم حتی به خودمون هم نگاه میکنیم اکثرا دنبال ضعفامون میگردیم ولی این روش انقدر جواب داده ما در میان کارمندامون اینو انجام دادیم مثلا یه تحولی در میان ما به وجود اومده که به جای اینکه رو ضعفات تمرکز کنی رو قوتات تمرکز کن و خداوند به همه ما چیزهای عالی داده میخوام راجع به این یه مقدار باز کنی، میدونم یه وبسایت هم داری حتی به فارسی ترجمه شده و عزیزان میتونن برن استفاده کنن و همه اینا از این میاد که هر انسان مهمه و هر انسان رو خدا دوست داره و هر انسان میتونه کاری مهم با ارزش در این جهان بکنه بفرمایید. هر انسان استعدادای بی‌نظیری خداوند درش نهفته که هیچ کسی دیگه نداره حتی به طور ریاضی من میتونم ثابت کنم که دو نفر مثل هم از پیدایش از آفرینش آدم هوا تا الان و سالهایی که بعدم بیاد مثل هم نخواهند این به منظوری شده یعنی در رابطه با خدا ما بایستی تشخیص بدیم این گنجینه ای که خدا در ما نهفته چیه چرا که وقتی شما این استعدادهای توانهای شخصیتیتون رو پیدا کردین میتونین کارهایی رو در زندگی دنبال کنی که مستقیما از این شخصیت‌های قویتون استفاده کنه این به این ترتیبه که شما اگر مثلا بگم فرض کنین یه مثال براتون بزنم مثلا من در از بچگی ریاضی جزو طبیعتم بود خداوند به من این آمادگی داده بود که مفاهیم ریاضی رو خیلی خوب بفهمم ولی در ادبیات خیلی ضعیف بودم نتیجتا من کشش داشتم به طرف ریاضی و چون از قدرت‌های خدادادی خودم استفاده می‌کردم تونستم در این زمینه پیشرفت سریعی داشته باشم حالا فکر کنید اگر من میگفتم نه من میخوام شاعر بشم ادبیات بخونم بهترین کاری که من میتونستم بکنم احتمالاً یه معلم مدرسه میشدم که مثلا درس انشا زبان فارسی درس می‌دید چرا که از های خدا خودم استفاده نکردم تک تک جوانای ما در ایران بایستی به این نتیجه توجه کنند که بدونن خدا چه استعدادهایی رو در آنها گذاشته کشفش کنند و وقتی کشف کردن اون وقت میتونن به کارش بگیرن و خودشونو برای جامعه و زندگی مرفه آماده بکنن. آم حالا در این زمینه یک سایتی هست بله اگر میتونن دوستان اینو روی تلویزیون بذارن بله میذارن بله ویا می رایت بله اگر اینجا تشریف برین در این سایت ما با کمک با, با کمک ایرانیان الایو بله ما با همکاری همین رو شروع کردیم بله. همکاری این رو شروع کردیم بعد بعد همینطور کشیش منصور خاجپور بله بله کردیم و اینو از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد آفرین نتیجتا این الان آنلاین شما میتونین برین اونجا و به طور رایگان به طور رایگان این ارزیابی رو انجام بدیم آفرین بگم و چهل تا سوال ساده است که به اینطوری بر واقع سوال میکنه من خیلی شبیه اینم یا اصلا من شبیه نیستم و این نتیجه که خودتون ارزیابی میکنه خودتون رو اگر خیلی شبیه این پنج میدین اگر نیستین یک میدین وقتی این, ارزابی ارزیابی رو انجام بدین در آخر برنامه به شما بیست چهار تا قدرت های خدادادیتون رو ترتیب میذاره کدوم قوی ترین و کمتر کدوم کمتر قوی هیچ کدومشون ضعف نیست همه ما اینا رو داریم منتها بعضی رو ما با قدرت بیشتری داریم اینو اگر شما تهیه ببینین بله آنلاین ای... آ... می‌تونیم به ایمیل من بفرستید بعد ما میتونیم با اسکای بایتون با همکاری کنیم که بیشتر بتونین آ... کاربرد زندگی ازش بسازید فقط یک اطلاعات نباشه بلکه خودتون رو بشناسین و از قدرت‌های های خدادادیتون استفاده کنین خیلی ممنون ما به زودی البته این همکاری رو ادامه میدیم من چند تا فکر دارم دکتر یکی این که اینو که با هم کردیم و خیلی هم شما زحمت کشیدید چون من یادم یک سایت دیگه بود بعد دفری 20 دلار میدادیم تا انجام بشه شما به زحمت شما این سایت را اندازی شد که به طور رایگان بتونیم انجام بدیم دو چیز در فکر دارم یکی این که شما یک سری برنامه های تلویزیونی در این مورد تهیه کنید و درس بدید دوم این که روی سکایپ و روی آنلاین ما که اتاقهایی رو بگذاریم که شما اونجا هم درس بدید هم به دیگران کمک کنید که قدرت رو پیدا کنن خاندگی رو پیدا کنن اینو برنامه آینده ماست میخوام خبر خوش بدم به عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن که آقای دکتر آتش رو این خدمت رو برای ایران ایرانی میکنن چون یه جمله گفتید ازتون پرسیدم هدفتون چیه گفتید هدفم این است که جوانان را تشویق کنم و به آنها بگویم که چطور می توانند پیشرفت کنند و کلیدی به جوانان بدهم که خودشناسی و خداشناسیشان را قوی کنم و در خواندگی خود جلو بیفتند چه هدف عالیه برای همه مردم ایران به خصوص جوانان که بدونید چقدر با ارزشی چی دارید خدا چه چیزهای عالی به شما داره داده که زندگیتون رو هدر ندید بلکه برای یک کار مفید برای خودتون برای جامعه و برای ایران استفاده کنید خیلی ممنون آقای دکتر و من واقعا به شما افتخار می کنم هم خودت نمونه بودی میدونم اختراعات زیادی کردی به ثبت رسوندی خودت نمیگی من بگم که در آمریکا هم بسیار موفق بودی و فوق لیسانس دکترا رو آمریکا گرفتی بعد فوق لیسانس در زمینه مالی ام بی ای گرفتی و بعدم که پسرت و دخترت واقعا من بهشون افتخار میکنم، هم پسرت دکتر شده و هم دخترت متخصص زنان و زایمان و دارند تحصیلات هم میکنن به شما افتخار میکنن فقط حرف نمیزنی خودت عمل کردی خانوادت اینو نشون میدن و به شما افتخار میکنم این تماس رو و این دوستی رو ادامه میدیم به خاطر و به نفع جوانان ایران به خصوص با هم یک تعهد و یک تایید دوباره با هم خواهیم بود آمین دوستی آمین. ما همکاری ما برای نجات ایران ادامه خواهد خدا شکر، بهتون افتخار میکنم کنم دکتر. فعلا فز بار بعد امیدوارم یه سفر بیای دالاس هم مهمون برنامه باشی هم یه سری برنامه تهیه کنیم که شما این درسها رو بدید و هیچ وقت یادم نمیره وقتی این درسها رو به ما توی سمینار میدادید یادم رو تخته رو یه فرمول ریاضی نوشتید و, و علمی ثابت کردید که ما تکیم ثابت ده ده ده. کردی هر انسان تو دنیا تکه. دیگه حرف نبود با فرمول این فرمول هم وقتی که مهمان برنامه ما شدی باید توضیح بدی جلوی دوربین به همه بیننده ها ثابت کنی که خدا تو رو تکافریده در صورت خیلی ممنون اینجا خداحافظی میکنم ولی با هم ادامه خواهیم داد لازم داریم، خیلی متشکرم درود من بر تمام بینندگانشون خداحافظ شما، خیلی خدا ممنون مرسی بله آقای... دکتر آتشروف واقعاً من وقتی دوباره ملاقات شدم وقتی ایران بودم دانشجو بودم البته میبینید از من جوانتر هانیشون خود اینم یک شهادتیه که کسی که با خدا راه میره مثل این قیافش هم جوان میمونه ایشون هم اون موقع هم خیلی جوان بود و من میشستم کلاس نوت بعد میشم اینقدر چیزهای عالی میگفت رو یادم راجع به این درس میداد که چطور کامپیوتر صدای انسان رو بشنوه و بفهمه نه فقط بنویسه بفهمه دارید چی میگه و این مال سالها قبل خیلی نوآوری بود اینقدر هیجان زده شدم که مثلا اون رشته رو برای خودم انتخاب کردم بعدا اون هوش مصنوعی رو ادامه